با سلام خدمت دوستان گرامی، بنده کریم وفای سرش هستم و با یه ویدیو دیگه در مورد مجهول سازی در خدمت شما هستم. در این ویدیو میخوام مجهول گذشته ساده رو خدمتتون توضیح بدم. اما در ویدیو قبل نحوه مجهول سازی رو واسه زمان حال ساده توضیح دادم. مراحل مجهول سازی به این صورت بود که ما ابتدا باید جملمون فعل متعدی داشته باشه، یعنی مفعول داشته باشه. بعد از فعل متعدی گفتم که مفعول میاد و بعد این مراحل رو پیش میدیم: 1. حذف فاعل از ابتدای جمله، 2. آوردن مفعول به ابتدای جمله، 3. اضافه کردن فعل توبی مناسب متناسب با زمان جمله متناسب با مفعول منتقل شده، و اگر فعل کمکی یا فعل معین هم داشتیم بعد از فعل کمکی یا فعل معین، و بعد قسمت سوم فعل اصلی رو استفاده می‌کنیم، و بعدش اگر فاعل ما ارزش بیان کردن داشت اون موقع فاعل رو بعد از حرف اضافه بای اضافه می‌کنیم. خب بریم واسه گذشته ساده این مراحل رو اجرا کنیم. خب این جمله رو داریم: He canceled the meeting for no real excuse. او جلسه را برای هیچ دلیل قانع کننده یا بدون دلیل قانع کننده چیکار کرد؟ کنسل کرد. ابتدا هی میشه فاعل ما، کنسل میشه فعل متعدی ما، the meeting میشه مفعول ما، for no real reason که یک عبارت حرف اضافه ایه، حالا با این کاری نداریم. اما چطور اینو مجهول کنیم؟ خدمتتون گفتم که ابتدا باید چیکار کنیم؟ فاعل رو از ابتدای جمله حذف میکنیم، بعد مفعول رو، the meeting رو میاریم ابتدای جمله، مفعول رو میاریم ابتدای جمله، بعدش فعل توبی رو متناسب با زمان جمله انتخاب میکنیم. زمان جمله ما چیه؟ سیمپل پست. فعل توبی متناسبش میشه was و were. بعدش فعل توبی رو متناسب با مفعول منتقل شده انتخاب میکنیم. The meeting مفرده، در نتیجه was استفاده میکنیم. و بعدش قسمت سوم فعل اصلی رو اضافه میکنیم، cancelled. و اگر فاعل ما، اینجا فاعل ما ارزش بیان کردن داشت، بعد از حرف اضافه by ذکرش میکنیم. اما اینجا هی بود، چرا اینجا شد هیم؟ اینجا در جایگاه فاعلی قرار داره و اما اینجا بعد از حرف اضافه است. اگر بعد از حرف اضافه بخوایم هی رو بیان کنیم، اون موقع از ضمیر مفعولی باید استفاده کنیم، میگیم by him، و بعد ادامه این جمله for no real excuse. به همین سادگی جمله گذشته ساده ما به مجهول تبدیل میشه. بقیه زمانها رو در ویدیوهای بعدی خدمتون توضیح میدم.